بریم سراغ سوال بعدی. کدام گزینه نادرست است؟ نوع پارچه، دما، نوع آب، نوع و مقدار صابون بر قدرت پاک کنندگی صابون تأثیر داره. دقت کنید، نوع پارچه الیافش قطبی باشه یا غیر قطبی باشه، الیافش پنبه باشه یا پلی‌استر باشه، دما زیاد باشه یا کم باشه که هرچه زیادتر باشه پاک کنندگی بیشتره، نوع آب معمولی باشه یا آب سخت باشه، اگر آب سخت باشه منیزیم دوباره مثبت و کلسیم دوباره مثبت داشته باشه قدرت پاک کنندگی کاهش پیدا میکنه، چون صابون از گردونه پاک کنندگی خارج میشه و به رسوب تبدیل میشه. نوع و مقدار صابون، صابون زیاد با حالتی که آنزیم داشته باشه پاک کنندگی بیشتری داره. پس این جمله کاملا درست. بخش قطبی در پاک کننده های صابونی، فرمول پاک کننده صابونی این بود بچه ها، RCOO منفی، این ورم حالا یه ام مثبت. پاک کننده غیر صابونی این بود R یک حلقه بنزن، SOOO منفی، اینم Na مثبت. CO2 منفی، SO3 منفی. پس این جمله هم درسته. پاک کنندگی صابونی بر اساس برهمکنش بین ذرات و غیر صابونی واکنش با آلاینده. بچه ها هم غیر صابونی هم صابونی نوع واکنششون برهمکنش بین ذرات. کدام پاک کننده ها میمدن واکنش میدادن؟ پاک کننده های خورنده، اسیدی یا بازی، اونها میمدن با آلاینده ها واکنش میدادن. پس این جمله غلط ماست. اما برای از بین بردن قارچ های پوستی، همیشه قارچ رو با گوگرد از بین میبریم و ضد عفونی رو با کلوردار انجام میدیم. این رو خاطرتون باشه. پس جمله چهارم هم جمله درست ماست.